بسم الله الرحمن الرحيم. مين من طرف الليكتشر بعدي؟ بيدومي introduction to VLAN. امروز میریم عملا طریقی جور کردن ویلن میخوریم و وریفیکیشنش. البته چون این کار بسیار طولانی میشه به خاطر میره پارت یک ساختیم، پارت دوی ویلن رو بعدا ریکارد میکنم انشاءالله به شما میپردم. در این لکچر انشاءالله ما با تایپ آف ویلن سا کور میکنیم، کریتینگ ویلنز و همچنان ویریفاینگ ویلنز. میریم طرف ویلن تایپس که در مجموع ویلن به چهار کتگوری تقسیم شده که استاندارد ویلن هست، رزرو ویلن هست، اکستندد ویلن هست و همچنان انترنت ویلن هست. سروات بله ولی سی سیدیه که باز بخیر پسان پیش بریم با دگه هم هست. خیلی از سین پیگه بریم. ویلن متوجه باشه نظر به آیدیش شناخته میشه در نتورک. یعنی به ایمانه که یک دیپارتمنت از دیگه دیپارتمنت وقتی که شما جدا میکنین، قسمی قبلا خواندیم به ارتباط سکیوریتی و برادکست دومین و سپریت نتورک ترافیک که اگر مثلا به خاطر سکیوریتی متوجه باشین، اینجا میخوایم عملی به شما نشان بدم. اینجا ما تپولوژی یک جور کردیم که انجینیرینگ دیپارتمنت هست، اکاونتینگ دیپارتمنت هست و مارکتینگ. به خاطر از اینکه انجینیرینگ دیپارتمنت با اکاونتینگ ارتباط نداشته باشه به خاطر سکیوریتی و همچنان به خاطر اکاونتینگ با مارکتینگ و انجینیرینگ ارتباط نداشته باشه، ما شما باید ویلن جور کنیم. اینال ویلن ما شما میتونیم هم اینجا به توجه بشین، هم نام میتونیم بدیم، هم آیدی. پس آیدیش بسیار زیاد مهم است و آیدی است که بالاخره یک ویلن از دیگه ویلن جدا میسازه و هر آیدی که میتیم یا هر ویلن که جور میکنیم اون آیدی میتیم و او یک برودکست دومین است. مثلا ویلن آیدی دیپارتمنت انجینیرینگ 10 است و ویلن آیدی دیپارتمنت مارکتینگ 20 است و همچنان ویلن آیدی دیپارتمنت اکاونتینگ 30 است. ای آیدیش است. پس اگه متوجه شده باشین مثلا نمبرش 10 است، 20 است، 30 هر نمبر میتونیم بدین یا هر آیدی میتونیم بدین. پس از جمله چی است؟ استاندارد ویلن است که از 1 الی 1000 1001 است. باز ریزرو ویلن که هست که رنجش از 1002 الی 1005 است که استفاده نمیشه به تکنولوژی دیگه ای بود به نام FTD و رینگ تکنولوژی که استفاده نمیشه و یا دلیت هم کده نمیتونیم و این مودیفای هم کده نمیتونیم که انشاءالله در پارت دوی ویلن ما ایره به شکل مساعده چیز میبینیمش بسیار واضح و در این زمان هم علی هم باز نشان بیتم شما رو. اکستندن ویلن هم از رنجش از 1006 الی 4094 است که انترنال ویلن جزی از اکسترنال ویلن است که انشاءالله به در پارت دوم شما میبینیم. در پارت اول انشاءالله شما میریم طرف استاندارد ویلن کار میکنیم. در این لکچر ما شما میخوانیم که ویلن چه رقم ما شما جور بکنیم. متوجه باشین ویلن ما بس بینیم ما از سه طریق میتونیم جور بکنیم، هم گلوبالی، هم ویلن دیتا ویس، هم از تایم آف اسائنمنت. گلوبالی به ایمانه که ما شما بریم در گلوبال کانفیگریشن یعنی کانفیگ مود دوچ بریم ویلن میتونیم جور کنیم و در این زمان ویلن دیتا ویس یک کماند دیگه است که ایره میتونیم حتی در پرویلیج مود هم جور کنیم. از تایم آف اسائنمنت هم انشاءالله برتان میگم که هدفش چیست ویر وقتی که شما و از تایم آف اسائنمنت هدفش از این است شما با وقتی که چیز میکنین بسیار مهم است که اینجا چطور انجینیرینگ با مارکتینگ جدا میکنه ارتباطاتش یا قطع میکنه. در اینجا وقتی که ما شما ویلن جور میکنیم باید از این پورت ها رو متوجه شید. در یک سوچ ببینید که چقدر پورت داره. اینجا متوجه باشین این پورت هایش هست. ببینید اینجا پورت هایش 24 پورت داره، یعنی یک پورت، دو پورت، سه پورت، چهار پورت. باز ما چی میکنیم وقتی که ویلن جور کردیم باز این پورت ها رو ممبر از ویلن میسازیم. ببینید چقدر جالب. اینجا فاصله دارید 1 الی 5 یعنی پورت 1 2 3 4 5 این 5 تا پورت مربوطه ممبر چیز مربوط انجینیرینگ میسازمش که دیگه بازی 5 پورت از چی ارتباط با دیگه پورت ها نداشته باشه. یک سوچ به حساب میشه، یک ورچوال لن میشه. باز اگه اینجا متوجه باشین مثلا ویلن مارکتینگ که 20 است ای از 6 الی 15 است چون میشه یوزرهای زیاد باشه باز این از چند از 6 یعنی رقم تا به 11 را چی میکنیم پورت ها رو ممبرش میسازیم. و در اینجا هدفش از چی است؟ وقتی که ما شما ویلن جور میکنیم پورتا که ممبرش میسازیم بدون از اینکه ویلن جور کنیم اوتومات ویلن جور میشه. عملا بریم ببینیم خوبتر میفهمین. بریم اکتفا طریقی جور کردن ویلن عملی ببینیم این کار میکنیم باز میریم طرف تیوریش. خب حالا بخاطر از اینکه واضح تر بفهمین که واقعا وقتی که ویلن جور میکنیم
یک ویلن با دیگه ویلن ارتباط نمیتونه بگیره به ارتباط به خاطر سکیوریتی، پس من چه میکنم عملیه کار میکنم. یعنی کمپیوتر 10.01 میتونم پیش 10.02 10.03 4 و 5 و 6 و بازی ها را چی میکنم ارتباط میتونم و پینگ میکنم، یا آی پی دارن ما میرم فقط پینگ میکنم. من در کمپیوتر 10.01 کامل میرم، یعنی متوجه باشین آی پی شما میرم 10.01 و میرم چی را پینگ میکنم، یک کماند لاین میرم، اول پینگ میکنم 10.0 دارم و شما میفهمیم به خاطر چک کردن ارتباطات که یک دیوایس با دیگر دیوایس ارتباط داره. ما از کماند چی استفاده میکنم؟ از کماند پینگ استفاده میکنم. اینجا میمیشه اینجا خوب تر بفهمین، میگم پینگ کو 10.0 دوره خودش یک هست 10.0 داره بیم ریپلای بیان همه ریپلای فرام 10.0 یعنی از 10.0 دو جواب آمد بیمان ارتباط داره. خب 10.0 یک با دو خود به شکل نرمال باید ارتباط داشته باشه بخاطر که در یک دپارتمنت هست. حالا میرم طرف 10.0.3 یعنی پینگ میکنم 10.0.3، نظر شما چیز های 10.0.3 رو پینگ کده خود تنست یا نه چک میکنمش، ببینیم ارتباط داره. حالا به دلیل چی ارتباط داره؟ به خاطر از ارتباط داره اگر چه ما شما ببینید یک دپارتمنت دیگر دپارتمنت هست، این خسرت مالی بلز دیم منوز ما نکدیم ویلن جور نکدیم ورتار ممبرش نساختیم به خاطر ارتباط داره با یکی دیگه. من حتی میگم 10.04 پینگ کو، بالاخره حتی 10.05 میگم پینگ کو، یعنی 10.05 هم باید است حتی پینگ کده بتونه که دیپارتمنت اکاونتینگ است، به ایمانه که تمام دیپارتمنت ها با یکی دیگه ارتباط دارن. به این خاطر است ما میخواییم ویلن جور کنیم که ارتباط از جا دیگه قطع شک با یکی دیگه ارتباط نداشته باشم. خب بخاطر جور کردن ویلن میریم در سویچ و در سویچ میریم اونجا بسیار واضح و خوب است که ما پیش سپیش لیبل زدیم که شما متوجه باشین که نامایش چی بتیم آیدیش چی بتیم و خودم پورتال هم این برش بسازیم. اول ما میریم اک ویلن جور میکنیم، باز میام طرف پورتال و گپایش. خب اول ما میریم با انجینرینگ ویلن جور میکنیم، به خاطر جور کردن ویلن متوجه باشین میریم در گلوبال و میریم در گلوبال کانفیگ و دنجا میشه که آسنیم از ایرم تغییر بکنیم، مثلا چیز تبدیل کنیم دیگه آسنیم از سور چی یک بخاطر خود چه هم نماشه. خب سیکن چرا خم ویلن جور میکنیم؟ ویلن در گلوبال کانفیگریشن مود استیم، به میخاطر امون بخش اول که تلقی اول جور کردن ویلن در گلوبال مود است، فقط نشته میکنیم ویلن و دنجا چی میتین؟ آیدی شم میتین، متوجه باشین آیدی چند است؟ از یک لیگ از رو پنج. ما پیشتر گفتم که میریم طرف استاندارد ویلن، ما استاندارد ویلن نمیخوریم، در پاکت ریسر اکستاندارد ویلن و انترنت ویلن جور نمیشه. انشاءالله باید پارت بعدی باز انشاءالله ببینیم که چه رقم جور کنیمش. ما رو گفته که این آیدی دیپارتمنت انجینیرینگ چند است؟ 10 است. ویلن آیدی شد 10 دادیم. این رو بعد داخل ویلن مود شدیم نامش رو شدیم که نامش چی شدیم انجینیرینگ خلاص یک ویلن جور کنیم. پس از یک زد میشه میریم یک ویلن دکم جور میکنیم با مارکتینگ ویلن 20، چون اینجا چی پیش ما را گفته که باید ویلن شد 20 بتیم شما و نامش هم باید از مارکتینگ بتیم. خلاص شد از یام یک زد میشه میریم ویلن چند ویلن سی میریم که نه سی از اکاونتینگ است، ویلن سی و نامش هم باشه اکاونتینگ. این خلاص شد. بس حالا متوجه باشن سی ویلن جور شد، ببینیم چه رقم میتونیم ویلن هم میتونیم ببینیم. بخاطر ویریفیکیشن بسیار واضح شو کماند شو ویلن در پرویلیج مود بیم شو ویلن چیز میکنین شما فقط انتر میکنین. اینجا واضح براتون نشان میده که نه یک ویلن انجینیرینگ دارین، یک ویلن مارکتینگ دارین، یک ویلن هم اکاونتینگ دارین. خیلی وقتی که ویلن جور کردیم دیپارتمنت ها را به تمامش آیدی هم دادیم، حالا ببینیم که یعنی 10.001 با سی ارتباط داره یا نداره. ما خواست هدف ما بود که ارتباط نداشته باشه 10.001، یعنی انجینیرینگ با مارکتینگ ارتباط نداشته باشه. پینگ 10.003. خب دوستا نظر شما چی است که آیا ارتباط گرفته بتانه یا نتانه؟ ما مطمئن هستیم که اکثرتان میگین که ارتباط گرفته نتانه، ولی میتانه. اینا رو میرم چرا میتانه دلیلش میرم میخوانیم که چرا میتانه. خب کسایی که فهمیده خوب و کسایی که نفهمیده حالا میرم میبینیم این با دلیل از این میتانه. خب بازم میبینیم
بازم میگم که به خاطر چی ارتباط داره، به دلیل زیر ارتباط داره که ما و شما این بخش سیوم که این پورتا باید ممبر هر ویلن شد. حالا چه رقم است؟ حالا وقتی که دستور برین شما بسیار واضح متوجه باشین اینجا. وقتی که نشته کنین ویلن شو ویلن بریف هم نشته کنم میتونین و شکل خلاص نشانتان بتا زیاد بیر باره که طرف کنه. اینجا ببینین بسیار واضح نشته است، میگه که ده اینجا یک ویلن دارین، ویلن یک تان دیفال ویلن است که انشاءالله باز میبینیمش که ویلن یک هدفش از چی است. ویلن یک داریم و اینجا متوجه باشین ویلن دو بیستی که داریم هیچ پورت ممبر از این است. متوجه باشین که تمام پورت ها وزم ممبر چند است؟ ممبر کدام ویلن است؟ یک است. یعنی چی معنی میتونه؟ یعنی فعلا درست است که ما انجینیرینگ و مارکتینگ اکاونتینگ جور کردیم، ولی تمام از این پورت ها ممبر ویلن یک است، بیمونه که انوزم یاد یک ویلن است. خیر رای حلش چیست؟ رای حلش که ما این پورت ها را در ممبر چیز بسازیم، ممبر ویلن های خودش بسازیم که باز ارتباطاتش قطع شد. خیلی میریم میبینیم که پورت ها را چه رقم ممبر بسازیم. بسیار واضح این اصلاحی کنیم در اینجا خب باید کدام فاسی درنت یک و یک الا پنج یعنی فاسی درنت صفر یک صفر دو صفر سه صفر چهار صفر پنج، چون گفته در دیپارتمنت پنج نفر است، این پنج پورت ها پرتی در کدام در انجینیرینگ دیپارتمنت. خیلی میریم میپرتیمش، میریم انترفیس فاست صفر صفر یک داخل انترفیس فاست صفر یک انداخت رفتم. اینها رو میخوایم در ویلن ده پرتمس، میگم سوپر پورت اکسس پرتش در ویلن چند ده خلاشت، این یک پورت هم تانستیم ممبر ویلن ده کنیم. میریم دیگه انترفیس هم انترفیس فاست صفر دو سوپر پورت اکسس ویلن ده پرتیرم ده ده پرتی و بازم انترفیس فاست صفر سی و سویچ پورت اکسس پارتیشن هم در ویلن ده و بازم یک انترفیس دیگه مانده انترفیس فاست صفر چار و سویچ پورت اکسس ویلن ده ایرام در ویلن ده انداختیم. اگزیت میشیم بازم میرم در انترفیس دیگیش که انترفیس آخرش هم از پنج سویچ پورت اکسس ویلن ده، اینا رو چکش میکنیم. یعنی میریم از اگزیت میشیم بچه هم میدود شو ویلن بریف، میگیم شو کو ویلن شو ویلن بریف ویلن شو ویلن بریف. چقدر جالب میبینین این رو دیپارتمنت انجینیرینگ که از پنج پورت ممبر شد دیگه با این پنج پورت دیگه دیپارتمنت ها ارتباط گرفته، یعنی این پورت ها ارتباط گرفته نمیدارم مگم مارکتینگ و اکاونتینگ مادم میری میرم خلاص میکنم. نظر به چیز دسکرپشن که اینجا دادیم که نه از شش الا پانزه. خب اینال اینجا زیاد میشه که صد پورت هم باشه ممبر یک ویلن ویلن یک دونه، ما پورت نمیتونیم که یک پورت داخل ویلن ممبر ویلن بزنیم، وقت میگیره. پس ما چی میکنیم؟ یک طریقه دیگه است که رنج از پورت های مجموعه از پورت ها انتخاب میکنیم، یک دفعه داخل یک ویلن میپرتیم که جنجالش کم شد. ببینیم طریقه رنج انتخاب کار میکنیم. انترفیس رنج، رنج یعنی مجموعه ای از پورت های فاست درنت صفر چند، یا ببینیم از 6 الا این از 6 تا با چند داش میدیم تا با فاست درنت صفر پانزه انتر میکنیم. این سکنین انترفیس رنج یعنی داخل رنج است. اگر امیال ما کماندش چیز کماند سویچ پورت اکسس ویلن چند، ویلن چند باید بزنم؟ ویلن 20. تک مانا میته که تمام از این پورت هایی که از 6 الی 15 است پرتش در ویلن 20. این گل گلزار ما چک میکنم خیلی باز شوکو میگم همه ویلن ها را به شکل بریف این مارکتینگ ما از 6 الی 15 خلاص و میریم اک طرف ویلن بعدیش. میگم اک انترفیس رنج فاسی در نت از چند تا چند است؟ این از 16 الی 20 است. فاسی در نت 0 16 الی فاسی در نت چند؟ 20 سلاش 20. میگم این سویچ پورت که است اکسس شود در ویلن چند؟ سی، چون یعنی میبینیم ویلن آی دی اکاونتینگ ما سی است. انتر که برو بخیر خلاص شو ویلن بریف. این نال گل گل داشت، این نال میرم باز خیلی ارتباط بگیرم، مثل ببینیم ارتباط بگیرم. این نال از دیپارتمنت انجینیرینگ ما میخوایم مارکتینگ پینگ کنم، میگم پینگ کو ده سفر سفر
اول خو از خود پینگ میکنم، میبینی از خود باید پینگ کرده بتانم، یعنی ده صفر صفر دو مشکل نداره به خاطر که یک دیپارتمنت است. اینا اگر ما بگویم پینگ و ده صفر صفر سی را چی فکر میکنه که ارتباط داشته باشه یا نداشته باشه؟ پورتال ممبرش ساختیم و خلاص. ببینیم نظر شما چیست که پینگ کرده میتونیم یا نمیتونیم. خوب کسایی که فهمیده و نه خوب کسایی که نفهمیده متوجه بشین که پینگ کرده میتونه. واو خوب پینگ کرده باز چرا میتونه؟ پورتال هم ممبر ساختیم، ویلن هم جور کردیم، نام هم دادیم آیدی. حالا به دلیل چیز کرده میتونه پینگ کرده میتونه به خاطر ازی که ما پورتال رو اشتباه زدیم. سعی کنین این پورت فاز 01 فاز 02 فاز 03 فاز 04 که هست ایره ما پورت هایی که مربوط دیپارتمنت انجینیرینگ میشه ما دو پورت ها کیبل خود وصل کردیم. این تا به ایمانه که فعلا مربوط یک دیپارتمنت هست، یعنی چهار پورت اتا این پنج پنج پورت پنجم هم که هستم یک دیپارتمنت. پس من این کیبل ها رو از جا میکشم، کیبل هم از جا میکشم، این حالا میریم خیلی منظم میسازیمش. پس یک کلا پنج خود مربوط از یه از دیگه مربوط دیپارتمنت انجینیرینگ هست. من میریم کیبل از جا میگیرم، اینه کنترل پرس میگیرم که بار دیگه با ضرورت نشه. میرم میگم اینا فاسی در نت اینا سه که کدام پورت ازی باید وصل کنیم چه خود شما باید بگین. سه که از یک الی پنج خود مربوط دیپارتمنت انجینیرینگ بود. پس من از کجا شروع میکنم؟ مثلا از چند بوده که از شش الی چند است؟ شش الی پانزه. من در کدام مثلا از ده وصل میکنم، ده مربوط ازی میشه مشکل نداره و میرم ده دیگه شما میشه یازده بگیریم مشکل نداره. اینه 11 چون تا 15 را مربوط ازی هست. این حال یا ببینید یا مشتبه هست نیم 5 الى 6 یا مربوط دیگه دیپارتمنت ها میشه. پس این رو میکشم، من میرم کیبل شا میگیرم، کیبل استریت میگیرم. ای از چند از 16 الى 20 هست، میرم از این از 16 شروع میکنیم. ضرور نیست که اوت نمبرهایش هم مسلسل بگیریم، میتونی هر نمبر بگیریم چون پورت از دیگه. مثلا بگیریم چند میرم 20 هم میتونیم 19 هم میتونیم بگیریم، هیچ مشکل نداره. این حال میریم پینگ میکنیم از همی دیپارتمنت انجینیرینگ که آیا پیشتر پینگ کده میتانست ده سفر سفر سی ره این دیپارتمنت مارکتینگ انجینیرینگ پینگ کده میتانست. حال میریم میگم پینگ و میگم پینگ و ای بار ده سفر سفر سی دم به هیچ وجه دیگه ارتباط گرفته نمیتانه. تمام ریکوارمنت هایی که ویلن داشت ما رو پورا کردیم، ویلن جور کردیم، نام دادیم برش، بعد از ما پورتا را ممبر ساختیم و اینجا پورتا را مشخص دم و کیبل ها را در پورتا مشخص دیپارتمنت خود زدیم. پس به این معنی که نیست بچه فعلا سه تقسیم شده که هیچ وجه به هیچ وجه این دیپارتمنت انجینیرینگ با یکی دیگر ارتباط گرفته نمیتونه با دیگر دیپارتمنت ها برعکس ها میره خواهد. مثلا اگر من بگیرم از مارکتینگ بگیرم پینگ کنم دوباره، مثلا از مارکتینگ میرم چی را پینگ میکنم، اینم از مارکتینگ این آی پی داره مارکتینگ میگم پینگ و مثلا 10.001 انجینیرینگ پینگ میکنم میگه پینگ نمیتونی کردن. میبینی پینگینگ ریکوست تایم اوت میه، ریکوست تایم اوت به ایمانه که ارتباط نداری. خیلی من بیرم میگم پینگ و همین 10.006 پینگ که یعنی به ایمانه که ما اکاونتینگ دیپارتمنت شد پینگ کردم طبعاً که پینگ کردن نمیتونه. ولی اگر ما دیپارتمنت خود پینگ کنم باید از پینگ کده بتانم. پینگ کنم میگم 10.004 هستم، میگم سیر پینگ کنم یعنی مده اینی کمپیتر هستم میخوای میره پینگ کنم که ارتباط باید داشته باشه ریپلای باید ده. و یک طریقه که دیگرم برتانم میگم من تخنیک وطنی میشه از اینجا بعضی پکیت اکام استفاده کنی، یعنی پکیت میگم اینی میخوای که دازی ارتباط بگیره آیا پینگ کده میتونه نمیتونه. این از اینجا میریم میگم آتو کپچر هم میگم بگیه دفعه برو دفعه ببینیم که میتونه رفته نمیتونه. پکت رفت، این پکت پیش ازی آمد، پس دوباره پینگ کرد به حساب. پس نور ازی باید ریپلای به جواب باش، پس دوباره به کن ارتباط داره اونر، پس ریپلایش آمد چک میکنیم. این ببینیم ارتباط داره. خیلی من میرم چی میکنم این حال من کار میکنم که دیگه میکنم ای بار من میرم یک پاکت میگم روان میکنم از کی؟ از چهار به چند؟ از چهار به یک. ببینیم که آیا روان میشه نمیشه. آتو کپچر به سویچ میره، سویچ هم میگه که من میخوایم به ویلن چند برم، به ویلن انجینیرینگ میرم.
از کدام ویلن است میبینیم یه برودکاست کرد، نه برودکاست سعی کرد پس به ویلن خودش آمد، میبینیم چلیپا آمد به دل ازی که برودکاستش از ویلن خودش برآمده نمیتونه اگه یادتان باشه ما میتونستیم ویلن به خاطر چی استفاده میکردیم. این مسئله جداست که باز پس آن میبینیم که هدفش از سیز برای بای دیفالت آن کدن همین چلیپا هر طرف میبره، یعنی بیمونه که بای ارتباط نداری. خب آن میریم یعنی میریم فیلچت. این بود طریقه جور کردن ویلن و ویریفیکیشنش که چرا خم ویلن جور کنیم. این بار میریم طرف لکچر خود که چی ماند. خب ما ویلن که جور کردیم و گلوبالی جور کردیم به ایمان که در گلوبال مود جور کردیم، ما حالا طریقه دیگهش که ویلن دیتابیس که در اینجا چرا خم ما شما ویلن جور کنیم. مثلا مره یک ویلن دیگه هم گفت جور کن برام ویلن بطور از آی تی یادم رفته دیپارتمنت آی تی، پس ما میتونم در گلوبال مود هم جور کنم ایره و میتونم در پریویلیج مود در اینی مود که در این مود فقط شو کنم میتونستیم، ولی ما میتونم در ویلن هم ویلن دیتابیس نشته کنیم انتر میکنیم، یعنی میگه داخل چی هستیم ویلن، میگه ویلن آیدی تانو بتین اینجا بمید اینه ویلن ویلن نمبر چه میتیم، ویلن نمبر چه چند میتیم مثلا فکر کرده اینجا میتیم و فاصله نیم نشته میکنیم، فاصله نیم نشته میکنیم نام دپارتمنت ما چی بس آی تی دپارتمنت مثلا فکر کرده صرف آی تی انتر میکنیم، اوتومات یک ویلن جور شد. ولی از این ما اگزیت میشیم، از اینجا ما نمیتونیم پورتا رو میمبر بشه از این ویلن بسازیم، باید بریم در کلوب بلمود. خب میریم دفعه چک میکنیم که این ویلن واقعا جور شده یا نشده، این یک ویلن دیگه چی شد به نام آی تی. این طریقه دو میشه، ولی از طریق استفاده نمی کنم سیکیور نیست، از گلوبال استفاده می کنم. و یک طریقه دیگه که معمولا در امتحانات اگر پرکتیکال از شما بگیره سعی کنید چرا خم میکنه خوب متوجه باشین. آن ویلن ده جور کردیم بیس جور کردیم سی چل جور نکردیم، مرا میگه که ویلن دیگه هم جور کو مثلا با فایننس جور کو نمبر ششن بده چل بده، ضرور نیست کار شما ده و بیس جور یک تک نمبر نمبر که باشه. خب این یه طریقه سعی کنید چرا خم جور کنید این رقم میکنه نفر میره میگه مثلا ای که این انترفیس پورت فرسی دارند سفر مثلا 24 میرم پورت 24 رفتم، میگم ایره مستقیم ممبر یک ویلن میسنم سویچ پورت اکسس ویلن چل. آیا ما ویلن چل داشتیم؟ نه خیر ویلن چل نداشتیم. می او دفر میگه چیز اینی ویلن داریم ویلن دو بیستی و پینجا، مگه من این پورت ممبر ویلن چند میسنم؟ چل میسنم. آیا این پورت ممبر ویلن چل میشه؟ ما اگر منطقی بگیم خب نمیشه به دلیل اینکه این ویلن اصلا وجود نداره. ولی طریقه سیم که اگر یادتان باشه اینجا ما گفتیم at the time of assignment یعنی ویلن در کدام صورت دیگه جور میشه at the time of assignment assignment رفش کنیم یعنی پورت assign میکنیم به ویلن مشخصش، وقت که پورت ما ممبر بسازم یا assign کنیم به ویلن با وجودی که ما شما ویلن نداشته باشیم اوتوماتی ویلن جور میشن. سیکن access ویلن does not exist exist نیست تک یعنی نیست تکی ویلن اچل مگم چی هست creating ویلن چل جور کنیم ویلن چلا اینا رو متوجه ببینیم که واقعا جور شد نشه شو ویلن بریف ببینیم که ویلن چیز ویلن چل جور شد و همین پورت هم ممبر شد مگه متوجه نامش خودش داده ویلن سفر سفر چل، پس چیز تو ویلن نام باز بعدن باید چرا کم نام میتیم بعدن اینه بریم مشتا میکنیم که ویلن چند بود ویلن چل اینه نامش هم باز گفته بود چیم فایننس باید بودن فایننس این هم میریم اک شو ویلن بریف این ویلن چیز فایننس جور شد مشکل نداره. خب طریقه از بین بردنش اونمون طریقه بسیار آسان است ویلن نو ویلن میریم از فایننس آی تی از بین میبریم میگیم که نو ویلن فقط نمبرش اینجا مهم از دیگه یعنی آیدیش مهم از دیگه ویلن چل برو بخیر ویلن چل از بین رفت بال نو ویلن در گلوبال مود میریم نو ویلن پینجا این هم ویلن آیتی هم دیگه از بین رفت، ضرورت نیست که ما شما پس نام شده که این هم نام مهم نیست، فقط مهم نیست که شما آیدی شد بفاهمید. ببینیم ویلن چند از بین رفت ویلن چل و پینجا از بین رفت. خب دیجه متوجه باشیم این سه داره ما شما خواندم creating a VLAN automatically creates، یعنی وقتی که شما جور میکنین یک ویلن اوتومات برازو چند چیز داده میشه. اول خود متوجه باشین که اوتومات یک مک آدرس استیبل برازو جور میشه، بر هر ویلن یک مک آدرس استیبل جدا جور میشه و به خاطر از یکش مشخص ده بتارین چون هر یادتان باشه این سوشکس
Dunau m'activa allora, che global m'activa la che tamom sexu m'acquadras te va l'entarmicrin in seco e ci sta i ci megan e global m'activa shas che non to se che sbilan chanda si sbilan 20 ma deni bilan 20 sa ka bilan 20 almir bilan da ping mekan ba krik ka ping kada mitana megan du entar ko ne bilan yak ami كمبيوتر يك دورة بينكات أو لك بينك دهين جامعة ده نامعة ده شو مكتبة لنا از بيبين از بيلنا دا مامات واغر بيري ماز بيلنا چيز بيلنا سيام مثلا دا سفر سفر شاش بينكو ميگم دا سفر سفر پانجا بينكو بينك ميکنا بيبين كو از جامعة چه دار شو بيلن بيبين يعني دا سيش دیگه پاس دوباره این اکتیویت شد ما بینیم که چرا میگم پینکو ده سپر سپر چهار خدا پینکو حال میبینیم که یام باید هد شود اگه یک دانه میبینیم نچت ای ده ای بیست ای سی دو دانه است نمیم دو ده چیز یک شنه در اگه پورت فاس سپر یک هم اصل است نه بغیر خو ای ای گلوبل مک تیبل است بیمونه که اگر هزار کم بیترم باشه در مجموع ده ای تیبل نشانش میده ولی وقتی که شما مک کادر چیز جور میکنین ویلن جور میکنین برای هر ویلن جدا باز مک تیبل میتن مثلا اگر بگم شو کو مک کادر است تیبل دی چون کار نمیکنم متاسفانه که من انشاءالله باز در لکچر بعدی در دیگه اپلیکیشن که باز تمام کمان داره که موش ما ضرر داریم کار کنیم ولی کمان زیمه نشته کنیم باز بخاطر ازی که اگر از شما طوری خواست میکنن در دفتر که دیپارتمنت مارکتینگ تمام یوزرهاش برای ما مک آدرسایش و در این زمان نشان بدیم که در کدام پورت های ما وصل است چی از کدام مشکل جور شده می خواهیم بفهمیم که مثلا این پورت فصل صفر مثلا 11 کسی کسی کی است و مثلا فکر و یک کار کرده او رو می خواهیم پیدا کنیم که کی بوده کی وصل است پس شما چی میگنید شو کم مک آدرس تیبل بیلن مثلا بیلن چند است بیلن 20 است انتر میگنی تمام مک آدرس های بیلن چند نشان میده بر شما صرف بیلن چیز نشان میده صرف ویلن همو در نشان میده یا بیست ها ولی میشه باز کاپی کنیش به این شکل میشه که میره برتان بگیم اینه شو مک آدرس تیبل انتر میگینیم و زیره راحت میتنین رقم چی کنیش کاپیش میتنین کده آنه بوری بخیر پرندش کنین در اون پدلتون یا در ورده هر چی که هسته میتنین پرندش کنین که میباز میتنین بگیم که مربوط کدام ویلن میشه اینی ویلن های شما اینه میشه اینجا رو میتونیم که پاک کنیش این پاک کنیم مربوط ویلن چند شد در خود اونجا باز زیاد میباشه به دلیل داری که این ویلن های دیش هم نشان داد اینی مک آدرس شد اینی هم تایپ شد که دایرمیک استاتیک هست و یا هم در کدام پورت ما وصل هست اینی مک آدرس شد پیدا کرده من هزی کم بیداره این طریقه پیدا کردن چک کردن مک آدرس های ویلن مشخص خب دیگه میتونیم شو ویلن بریف هم بگویم یا شو سپنینگ تری بیرن یا سپنینگ تری پسان میخوانیم دیگه بود درس امروزی ما ستندرد بیرن خواندیم طریقه جور کردن شد دلیک کردن شد و در نظامون دیگه مسائل خب برای فیلن خداحافظ انشاءالله در ویدیو بعدی شما را میبینم اوقات خوش موفق باشین